نبرد دلیران تنگستان و دشتستان تکرار و ادامه آزمون است که دلاوران جنوب بارها سرفراز از آن بیرون آمدند. فرجام نبرد احمد خان تنگستانی و دلیرانش پایان مبارزه مردان جنوب در پاسداری ساحل میهن ما نبود. خون آن دلاوران نهال‌های تازه‌تری را در زمین داغ جنوب آبیاری کرد که 60 سال بعد در آغاز جنگ جهانی اول به ثمر رسیدند. شهد به دوست و خار به دشمن دادند. از سوی به رهبری سید مهدی بهبهانی و حاج سید محمد رضا کازرونی مقاومت و شورش مردم شهر شکل می‌گیرد و از دیگر سو رئیس علی دلواری و ناصر چاکوداهی به اردوی دشمن شبیخون می‌زنند و میهمانان ناخوانده را به دریا می‌ریزند. ارزش همکاری و اتفاق مبارزان شهر و روستا مدافعی ساده را به نبردی جدی ارتقا می دهد که در زیر فشار و هجومش از هر سو دشمن را پریشان خیال و هراسان می کند، آنچنان که چک مستعمرچی ظاهر الصلاح عامل اجرای قاعده معروف تفرقه بینداز و حکومت کن با خیل جاسوسان خود در مانده و نگران در کوچه و بازار پرسه می زند و دوستی مردم را طلب می کند. Hold on, please. Hold on. I will go to look around to see what's going on. With your permission. All right, but be careful. Thank you. Goodbye. Well, move on. Yes, sir. بازی میکنید؟ چرا 3 نفری 1 نفر را میزنید؟ این درست نیست. خانه شما کجاست؟ اون طرفه. بیا بیا برویم، مجبور نیستید با این بچه های بی تربیت بازی کنید. اگه تونستیم چیزی مثل من سوار بخوریم. سلام بچه ها، سلام. گفتی کدام طرف از خانه شما؟ این طرف؟ گریه نکن. سلام، من مستر چیک هستم. نگذارید پسرتان در کوچه با این بچه ها بازی کند، او را کتک می زنند. مرد که گریه نمی کند، فهمیدی؟ خدا حافظ، خدا حافظ خانم. سلام، سلام آقایان، حالتون چطور است؟ حالتون خوب است؟ میبینم جمعتون جمع است. من همیشه انتظار دیدن همگی شما را دارم. خوش باشید، مرمت زیاد، خوش باشید. مردی که پدر سوخته با همین کارش اهل یه شهر رو میندازه به جونه هم دیگه. سلام علیک، شما را در گمرک معطل میبینم. مگر کارتون هنوز انجام نشده است؟ چرا؟ شما شاید یادآوری نکردید. خوب بود به موقع به من یادآوری میکردید. ما همیشه به دوستانمان کمک میکنیم. خیلی ممنون. این روزها در بازار چه خبر است؟ سلامتی. فراموش نکن به من یادآوری کن. خیلی ممنون.
بله قربان، بله قربان، فرمایش جنابالی صحیح هست، حق با شماست. اما من بازم گفتم اما نخیر، نخیر، به هیچ وجه مخالف امنیت شهره. نه نه، اصلا اصلا ممکن نیست، ممکن نیست. بیا تو. سلام قربان بودین. بازار را بستند، ادهی علی ما و امنیت شهر تحریک می کنند. اون وقت شما همش به فکر لباس خودت هستی، فوراً اینها را دور بینداز و لباس خودت را بپوش. چشم قربان. اشتی الان که نشت، اعلامیه را با او بدهید، در جاهایی که لازم است نصب کنید، میدان، بازار، کوچه ها و همه جا دیگه. میفرمایید چی کار کنم قربان؟ امروز باید در انبارهای حاج امین، حاج سید ممرضای کازرونی و حاج علی اصغر را باز کنید و بشکنید. اجناس آنها را حکومت بوشهر ضبط می کند. اینها باید بفهمند که ما فقط تهدید نمی کنیم. چرا قربان، چی کار کردن؟ یعنی نمی دونی چی کار کردن؟ ارزاق عمومی را احتکار کردن تا سر و صدای مردم در بیاد، تحریک کردن که بازار را ببندن. اما قربان، حاج علی اصغر را که به هندوستان تبعید کردید، حاج سید مدرزارم که نمیشه کاریش کرد. عالی جناب اینطور صلاح میدونن. تو کار تو بکن، چی کار داری به این حرفا؟ از وقتی رئیس نظمیه شده ای چه کار کرده ای؟ همش از این حرفا تحویل میدهی. حاجی، این شغل خیلی مهم و حساس است، آن هم در این شرایط. الان تمام شهر شلوغ است، تو در اتاق نشسته ای، به این ترتیب کار پیش نمیره. بلی قربان، اما باور بفرمایید مطلبی رو باید خدمتتون عرض کنم. اشکال قضیه اینه که ما عالی جناب هر چیزی خواستی در اختیارت گذاشتن، چرا به کارت نمیرسی؟ سر نخ جای دیگه است. چند روز بنده مراقب اوضاع هستم. آدمای شلوغ و ناراحت و همین روزا توقیف میکنیم، اما ریشه تحریک از خارج شهره، با اونا چی کار بکنیم؟ شما رئیس نظمیه هستید، از من میپرسید؟ قربان، من که رئیس نظمیه کل مملکت نیستم. تازه زورمون به یه عده تو بوشهر نمیرسه. چرا؟ جسارت قربان، شما دستور میفرمایید، اما فکر میکنین ضبط انبار حاج محمد رضا کازرونی صلاح باشی؟ شما که اونو خوب میشناسین. نمیدونم چرا مردم اونو نمونه پاکی و درستی میدونن. اطلاع داری که رکن اصلی اختشاش همین آقای پاک و درسته؟ با تنگسونی های یاوی هم بده بسون داره. خاطرتون هست که چه کاری دستمون داد؟ بله میدونم، اما طرف حجرش برو ببین مردم چی کار میکنن، مورد علاقه مردمه. با احتیاط عمل کنید، فعلا به او اخطار میکنیم. تا زور باید این کار تمام بشود. سربازها و مامورین هم آمادند، نتیجه را ریپورت بکنید. مشرف فرمودین قربان. این مردک دیوانه است. هم.
آقایون این اعلامیه هاشونه، به در و دیوار چسبوندن. مسخره نیست؟ مثل اینکه گورشونو گم کردن. وای کلا مردم، همت کردن، یاد دوره مشروطه رو زنده کردن. اینجور مقاومت ها پایه نداره، مردم زود متفرق میشن. پس میخواین چی کار کنی؟ جنگ منظم با توپخونه را بندازی؟ مگه ممکنه؟ فرمایش حاجی درسته، همینش هم خیلی همت میخواد. باید کاری کنیم که جرأت نکنن پاشونو تو بازار بزنن. خب این کار مشکلیه. معلومه خیلی مشکله. اصل شهرمونو گرفتن، همه ساکت نشستیم، حالا میخواییم تو بازار راشون ندیم. پس چی کار باید کرد؟ نظر شما چیه؟ معنی اشغال و تجاوز هنوز حالی مردم نشده، همین مدت هاست که حالیشون شده. به این صدا گوش کنی، چقدر باعث امیدواریه. خب نباید گذاشت خاموش بشه. رئیس علی و تفنگچیاشو خبر میکنیم، مطمئنم که از کمک دریغ نخواهد کرد. میدونستم نظر شما همینه، اما به کسی بر نخوره. عده زیادی از بازاریا با دخالت تنگسونیا مخالفن، اصلا چشم دیدن اونا رو ندارن. آخه خودشونو خیلی متمدن میدونن. کدوم بازاریا؟ اونایی که اسمشون تو لیست سیاه انگلیسی ها نیست؟ خب نظر اونا برای حضرات مهم. این حماقته. ما حضور سرباز انگلیسی و هندی و تو خونه خودمون تحمل کنیم، اما کمک تنگستونی های هموطنمون رو قبول نکنیم. غلط میکنن که مخالفن. با شما موافقم، اما حرف سید مهدی هم درسته، از کارشکنی اونا نباید غافل شد. بالاخره آدمشون میکنیم. تو جنگ و دعوا که نون و حلوا خیرات نمیکنن، یا این طرف یا اون طرف، یکی باید نابود بشه. بله، تا حالا هر مجاهده ای شده از طرف تنگسونیا بوده. اینا هستن که حضراتو به سطوح درآوردن. درسته، خودشون هم شب و روز آروم و قرار ندارن. مطلع کردن رئیس علی با خودم، الان آدم میفرستم پیش. شماها دنبال کارو بگیرین، فردا بهشون میفهمونیم که همه رشته هاشون پنبه است. یه ملت زنده آقا وکیل وسیع نمیخواد. مگه اینجا هندوستانه؟ اگه رئیس علی پیش از دور خودشو برسونه بوشهر، برای مردم خودش قوت قلبه. به امید خدا فعلا متفرق بشید، با احتیاط. یا آقایون مرحمت شما زید. یا الله به خدا سپردم. قربان شما، خدافظ شما. بفرمید آجا. بفرمید. بفرمید. مشرف. مراقب جاسوسا باشین. بسیار خوب. چشم. منو بی خبر نذارید. بسیار خوب. چشم این باشید. چشم. خدا نگهدار. خیلی خوش آمدید. مشرف. سلام. سایتون کم نشه. با اجازتون. بفرمید. سلام علیکم. احوال درویش. به مرحمت شما زاکر حق. خوش اومدین آجاقا. مشرف. سایتون کم نشه. پدر هرچی مردم آزار لعنت، پدر سوخته های ناکس. ببین به چه روزی انداختن منو. واتر، واتر بریز ببینم، واتر بریز. دوباره چی شده است حاجی؟ بازم که به سر و وضع خودت میرسی. تعظیم عرض میکنم، نابکارا نمیدونم چی بود ریختن روی سر بنده و سارجنت. میدانم، شنیدم.
از هو جنجال چند تا ماهیگیر پا برهنه به بازاری شلوخ چی ترسیدی؟ ترسیدم. نه ترسیدی؟ چی ترسید قربان؟ یه انبار خالی کردیم، اعلامیه ها رو چسبوندیم. همین؟ این کافی نیست، فردا باید تمام شهر را با خبر کنی از اقدامات جدید، فهمیدی؟ و از شما گزارش کتبی میخوام. رایت؟ خدا حافظ. عجب گرفتاری شدیم. الله اکبر، الله اکبر. بالاخره درست شد. خوبه. رئیس علی، رئیس. بفرما تو. سلام علیکم. سلام میرزا، خسته نباشید. یالا، سلامت رسیدی؟ باشین. همین الان. خب شام خوردی؟ میخوریم. تازه چه خبر؟ حاجی حالش خوبه؟ سلام فراوون رسوندن. سلامت باشی. بوشهر چه خبر؟ برای همین اومدم. حاجی پیغام داده فردا تو خونش منتظر شماست. کار خیلی فوری داره. گفته چند نفر زبده هم پاتون باشن. نگفت چی کار داره؟ چیزی نگفت، اما تا اونجا که من میدونم امروز بازار شلوغ بود. مردم با انگلیس‌ها زد و خورد می‌کردن. برای چی؟ آقا مردم گرفتار نون و آبن، بازار دو روز بسته است. انگلیسا در انبارا رو میشکنن، اجناس رو میبرن، کجا معلوم نیست. یه صورت اسامی هم درست کردن، تو اعلامیه نوشتن اهل بوشهر باید از اینا جنس بخرن. گمون میکنم فردا خبرایی میشه، بهتر شما زودتر را بیفتیم. خستگی در کن، خروسخون حرکت میکنیم. باس برم، ممکنه به دلوار حمله کنن. ده تا رو راهی کن، خودت همینجا باش. حرفی نیست، میمونم. برم مردا رو خبر کنم. خالو چایی آوردم. بفرما، راحت باش. دست شما درد نکنه. خودت راحت باش. سلام علیکم بیبی. سلام میرزا. باز خبری شده؟ معلوم نیست. باز برم بوشهر. امشب میری؟ نه، سحر. میرزا شام نخورده. الان میارم. دست شما درد نکنه. خب میز ابراهیم، از سید مهتی بهبانی چه خبر؟ اونم دستن در کاره. احمد یار، از راه پشت امامزاده برید تو نخلسون منتظر باشید. خودتون رو نشون ندینا. بریم بینم. ای کنی زود باشید. یلا بریم بینم. یلا یلا میرزا، چهت باش. رئیس، با چند نفر اومدی؟ با 10 نفر زبده. دعوت از شما بی جهت نیست. از این وضعی که پیش اومده میتونیم استفاده کنیم. بله البته. اهل شهر خیلی بیشتر از گذشته مستعد اتحاد هستن. انشالله که اینطوره. چند نفر مسلح شدن؟ تصور نمی کنم بیشتر از 10-15 نفر اسلحه داشته باشن. اگه بلوا اوج بگیره حتما حضرات از شدت عمل منصرف میشن. بالاخره حساب نفع و ضرر خودشونو میکنن دیگه. قرارمون با آقا سدمیتی اینه که شما در موقع لزوم وارد عمل بشین.
صلاح حتل امکان آفتابی نشین. ما خودمونو به شهر میرسونیم، همین دوره ورا مواظبیم حاجخا. فعلا خدا حافظ. خدا حفظتون کنه، موفق باشین، بی خبرمون نذارین. اطاعت میشه حتما، با اجازه. به سلامت. نون ما چی شد؟ بده بریم دیگه. خلیفه همه تمام شده. حالا جواب این جمعیت رو کی میده؟ عجب اوضاعی داریم ها، اصلا حرف حالیشون نی. بیا این مال شما، بده من بینم. بده من گفتم تموم شد. اگه واجب خیلی خوب رد چیم دیگه، تموم شد دیگه، خمیر نداریم. اگه بابا گفتم اگه واجب همتون میرسه. بیا اینم دوتای آخریش مال شما، بریم بینم خلوت کنیم. بریم والا همه خجالت زده ای من، ما تموم شد آقا جون، خمیر تموم شد والا، تموم شد. خب وقتی آدیس من با چی خمیر درست کنم؟ دستشون با انگلیسی ها یکیه. بارو بابا خدا پدرتو بیامرزه، دستشون با انگلیسی ها یکیه. بارو پی کاره بفرمایی. اینم کیسه خالی آر، بریم بابا، بریم پی کارتون. من چه نمیتونم خمیر درست کنم که بابا؟ نیست والا، نیست بلا، نیست به پیر، نیست به پیغمبر، نیست. بابا دست از سر من بیچاره وردارین. خب نون نیست آخه. یعنی چرا نیست؟ تکلیف مرد چیه؟ باید جواب همه اینا بدی. من چه کنم؟ نون بدی. این حکم بازی رو بذار کنار. باید بهشون نون بدی. این چه وقتی بابا؟ آردیس من چی کار کنم؟ نون میخوان. تقصیر من چیه؟ هر چی میگم آردیس خمیر کنم، اینا دستوردار نیستن. شما عامل اصلی این وضع رو بکردین، یقه این لوگو رو چسبیدین؟ خدا عقلتون بده. خب آرد نداره، مگه بقیه این اونوایی ها دارن؟ به جای نون که نمیشه حرف تعویل مردم داد، همه اینا دست به یکی کردن پدر این مردم رو در بیارن. مردم نون میخوان، مردم زن و بچه دارن. یعنی چه؟ مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ یعنی تو نمیدونی مسئول اصلی این وضع کیه؟ چرا شماها نمیریزین بالیوس خونه رو سنگ بارون بکنین؟ الان دارن ارزاق عمومی رو ضبط میکنن. برای چی؟ که مردم رو اسیر و اجیر خودشون بکنن. بله. شماها که میدونی پس چرا نمیجنبین؟ اونها نگاه کنین، دارن اعلامیه ها رو به در دیوار میچسبونن. برین یقه اونا رو بگیرین. بگیرین بگیرین. اینا چیه به دیوار میچسبینی پدر سوخته های نستاز؟ بزنینشون، عمورشون ندین، تفنگاشونو بگیرین، بزنینشون، بزنینشون، بزنین، پدر سوخته ها، بزنینشون. بیاین جلو، بیاین جلو. بیاین جلو، بیاین. بسپر دیده نشن. بیاین حواستون رو جمع کنید، بدن دیده نشین. اینجا که نیستن.
بیاین جنو آروم بکنی پایین رئیس سلی کجاست؟ اون طرف گنبد. رئیس سلی رو شگر کرد. برو برو برو. سلامه کسی. سلام. نگاه کن سید مثل موش تو تله افتاده. سلام علیکم سید. چطوره؟ با چند نفر اومدیم؟ با 10 تا تفنگچی. تلفا چند نفره؟ هنوز نمیدونم. اما زودتر اومده بودین بهتر بود. خب تو بینه شد. بلند شو بریم جوون. آخ بلند شو. سوختم. جناب عالی حاج آقا چندین بار تشریف بردین هندوستان، اونجا بزرگتره یا ایران؟ خب اونا نتونستن با حضرات مقابله کنن، حالا ما ایرونیا اونم با این حال روز چطور میتونیم جلوشون وایسیم؟ والا به خدا صلاح اینه که ما باهاشون کنار بیاییم. ما؟ منظورت از ما چیه؟ خب ما دیگه، یعنی بنده و شما و بقیه، یعنی کل اهل ایران. اما تا اونجا که من میدونم سالهاست که شما تبعه دولت فخیمه شدی، البته به کمک مستر چیک. خلاف به عرض سوندم. حالا به اون حرفا کاری نداشته باشیم. بنده عقیده دارم آدم از هر راهی که ممکنه باید به وطن عزیزش خدمت کنه. تصدیق میفرمایی؟ تا وطن عزیزش کجا باشه؟ فکرشو بکنین، اگه همین حالا
من منشی بالیوز خونه نبودم چه اتفاقات ناگواری پیش می اومد. مثلا همین دیروز که انبارا و حجره ها رو ضبط می کردن، اگه من پادرمیونی نکرده بودم، این حاج یوسف احمق سراغ اموال جنابالی هم می اومد. ملاحظه می فرمایید، این خودش خدمتیه به یه شخص درست و صدیق و محترم مثل جنابالی. قصه نخور، اگه دیروز ضبط نکردن امروز فردا ضبط میکنن. چرا قربون، اگه خودتون نخوان که اینطور نمیشه. ماشاءالله سخت میگیرین، وگرنه همه کارا درست میشه. ما اگه سخت میگرفتیم که حالا حاج یوسف به جای عبدالرزاقان چوبک رئیس نظمیه‌مون نمیشد. اون یه آدمه، اینم یه آدم. حالا شما اینطور میفرمایید، اما خدا گواه همین حاج یوسف از عبدالرضاخان چوبک عاقل تره. آخه ایشون مثل بچه های 15-16 ساله حرارتی و احساساتی میشه. با دست خالی میخواست با آغوشون امپراتوری که به قولی آفتاب تو ممالکش غروب نمیکنه طرف بشه. بابا عقلم خوب چیزیه، غیرتم خوب چیزیه. چی فرمودین؟ هیچی، با شما نبودم. اجازه میفرمایی؟ با اجازه. خب با این تمهیدات بالاخره نگفتی از من چی میخوای؟ معذرت میخوام که مزاحم نماز شما شدم، ایشالله که همیشه قبول باشه. آقا خلیل، حاشیه نرو، برو سر مطلب. مقصودت چی؟ حاج آقا، مستر چیک عقیده داره با کمک جناب عالی میشه با آدمایی که باعث اختشاش شهر شدن صحبت کنیم، بلکه ایشالله قائل ختم بشه. راپورت دادن که اینا با شما مراوده دارن. بی خود راپورت دادن، من در این مسئله دخالت نمی کنم. مدت هاست در حجره رو بستم، وارد دعوای هیچ عرب و عجمی نیستم. برام راپورت میدن، هر غلطی میخوان بکنن. اینو محض اطلاع شما گفتم. مسئله خیلی ساده است، مستر چیک نون مردمو بریده. خب اونا میگن چرا از گشنگی بمیریم؟ غلکن میریم میدون مبارزه و کشته میشیم. حرف اینه، تو نمیفهمی. معلومه دیگه، حرف حسابه. فرمایش شما صحیحه، به همین دلیل مستر چیک مقرر کرده و از به حال سابق برگرده. آخه این شهر باید دارالحکومه، نظمیه، عدلیه، بلدیه داشته باشه. مستر چیک چی کار است که برای مردم تکلیف روشن میکنه؟ آقا خلیل، مردم میفهمن، میدونن چه نقشه هایی در کاره. این اعلامیه آزادی ورود و فروش اجناسه. اگه دست از شورش بردارن، مستر چیک قول داده همین امروز تو بوشهر منتشر میشه. این حرفا همه به کنار، اصلا حرف مردم اینه که حضرات حق ندارن در امور حکومت دخالت کنن. با توجه به سوابق جناب عالی و حسن نیت شما، من در اعتبار این اعلان شک نمی کنم. مردم از این وعده وعید زیاد شنیدن، اصلا منو از این کار معاف بفرمایید. حاج آقا کم لطفی نفرمایید، اگه وضع از اینم بدتر بشه، نکبتش دامن همه رو میگیره، دودش به چشم همه میره. اقلن بفرمایین پیشکار جناب عالی این نامه رو به دست اونا برسونه. ببینید اگه اونا رو میشناسه برسونه. خب اجازه بدین من صداش کنم. میرزا ابراهیم. بله. بیا حاج آقا کارت دارن. حاج آقا میخوان نامه رو برسونی به دست سرکرده های اختشاش. حاج آقا امری داشتیم. خودت یا میرزا اسماعیل اگر اونا را میشناسی نامه را بدین بهشون، منتها از طرف من نباشه. اما حاج آقا اونا که سرکرده ندارن، هر کی خونش جوش اومده قاطیشون شده. بیا بگیر. گفتم اگر میشناسین. چشم، بفرمایید. اینه؟ بله بفرمایید. با اجازه. شما چند دقیقه تشریف داشته باشین، خودش میره. صلاحه که میرزا تنها بره. نه دیگه حاج آقا، بیشتر از این مزاحم نمیشم. با اجازه. تعارف به جای خود. حتما متوجه هستیم که اگه شما همراهش باشین، مردم فکر میکنن که مجبورش کردین. بهتره همینجا تشریف داشته باشین. بفرمایید. حالا چه عجله‌ای دارین؟
الله اکبر. مهدی رو کجا میشه دید؟ چه کارش داری؟ براش خبر مهم میدارم. مگه چی شده؟ حضرات جا زدن. پاس میخواسته جا نزنه. از این طرف برو، من هوا تو دارم. رو پشت بون پیش رئیس علی، اما احتیاط کن تیر نخور. باش دلا دلا برو. مهدی. چه؟ آسد مهدی، خسته نباشی، میدونی موفق شدی. مگه چی شده؟ بیا بخون. این تازه اولشه. حاجی هیچ مسئولیتی قبول نکرد. باز هوای کار داشته باشین. قراره تا غروب اعلامیه‌شو تو شهر پخش کنم. فکر نمی کنم زیرش بزنم. این نامه رو کی آورده؟ من آوردم. کسی تعقیب نکرد؟ متوجه نشدم. سوختم. بیا دارن عقب بشین. حاجی خلیل تو خونه نگه داشت که منو تعقیب نکنه. دیگه این چشمشو نخونده بودم. این مزدورا رو به خاطر آدمای ساده‌ای مثل شماها نون میدن دیگه. آب تاب از بدتر نشده، برو بجون. صبر کن. نظرت چیه؟ قبول کنیم؟ امتحانش بی ضرر نیست. اما حساب ظرفیت مردمم باز کرد. قبول نکردنشم بی خطر نیست. آره. حاج امین خونشه. بهش بگو نظر من اینه که به شرط آزاد کردن زندونیا منتظر میشیم. ببینیم عمل میکنن یا نه. بقیه‌رم خبر کن. زودتر باید زخمی ها رو جمع جور کنیم. خداحافظ. بگو تیر نندازن. اگه اونا چکوندن اون وقت جواب بده. خیلی خوب. چی شد رئیس؟ حرف مردم به کرسی نشست؟ ما هم بهتره بریم سید. میگم صلاح تو با ما، بیای دلوار. زودتر عقب بکشین، ممکنه خیالات به سرشون بزنه. منتظر من نشین. من تو بوشهر خیلی کار دارم. موفق باشین. خود دانی. پس از رای تکیه برو. بلند شی. برمیگردیم. بلندش کنیم. بگیرش. باکت نیست جوون. خیلی بزنیم. Oh, my God.
تو اینجا چی کار میکنی؟ ولم کنید!